ما تا یه قسمتی رفتیم فعالیت سلول عصبی رو گفتیم، مغز و نخاع رو با هم دیگه، مغز رو یعنی بررسی کردیم. حالا وقتش رسیده که نخاع رو بررسی کنیم و امروز یه چیز خیلی خفن خواهیم داشت. چیه؟ اینکه بحث جانداران رو اگر بخوایم توی این فصل با هم صحبت کنیم راجبش، میخوام تمام نکات ترکیبی که از بحث جانداران میتونه مطرح بشه، یعنی چه از دهم چه از یازدهم راجب جانداران که صحبت میکنن، ما میایم راجب حشرات بحث میکنیم و میگیم مثلا دستگاه عصبی حشرات رو میخوایم یاد بگیریم، بیام همه چیز رو راجب حشرات، هر آن چیزی که در دهم و یازدهم خواهیم خوند یاد بگیریم. ببین بچه، ترکیبی خوندن یعنی این داستانه، ترکیبی خوندن اینه. امروز انشالله با این موضوع هم آشنا خواهید شد که چی کار باید بکنیم. خب بیایم اینجا اول راجع به نخاع و انعکاس امروز یه صحبتی بکنیم، بعد بریم سراغ این داستانمون. ببینید، ما میدونیم که نخاع توی یه قسمتی قرار گرفته که توی ستون مهره هاست، یعنی نخاع توی ستون مهره ها ادامه پیدا میکنه تا ناحیه کمر، یعنی کل ستون مهره ها رو نخاع پوشش نمیده. یعنی اگه گفت در تمام طول ستون مهره ها ما نخاع میبینیم، این غلط. من این تصویری که دارم اینجا میبینم چیزی رو به من نشون میده. چی رو به من نشون میده؟ نشون میده که اولا قشر نخاع سفید رنگه ولی مرکزش خاکستریه، یعنی یه چیزی برعکس مغز. نخاع قشرش سفید ولی مرکزش خاکستری. ببین اینها، این مرکز و این مرکز خاکستری رنگ و قشرش سفید و یه سری سوراخ‌های اینجا وجود داره. این سوراخ‌ها رو میبینی؟ که عصب‌های نخاعی از اینجا دارن خارج میشن یا وارد میشن. در هر صورت که میگن یه نفر مثلا دیسک داره، یه همچین حالتی، درد مثلا میاد توی دستش، درد میاد توی پاش، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این سوراخ‌ها دارن تنگ میشن و فشار وارد میشه به این عصبه و این عصبه درد میگیره. حالا میتونه توی ناحیه دست باشه، توی ناحیه پا باشه، موارد خیلی متنوعی رو ما اینجا میبینیم. ولی ما امروز میخوایم راجع به این ساختار نخاع با هم دیگه صحبت کنیم. یه شکلی من اینجا میکشم براتون، خوب دقت کنید. خب بچه، فرض بگیریم که اینجا باشه نخاع، توی نخاع قسمت قشری سفید رنگه، ببینا قشر سفید رنگ و مرکز خاکستری رنگ، وسطش میشه مرکز که مرکز خاکستری. من اگر در نظر بگیرم این نخاع باشه، یه قسمت نخاع به سمت شکم قرار میگیره و یه قسمت نخاع به سمت پشت. بر همین اساس من میام نخاع رو یه تقسیم بندی میکنم، میگم آقا سطح پشتی و سطح شکمی. اینا ببین، یه خط فرضی اینجا میکشم اینجوری، میگم ببین این قسمت میشه سطح شکمی نخاع و این قسمت میشه سطح پشتی نخاع. سطح شکمی دقیقا به سمت شکمه، سطح پشتی به سمت پشته. اگر میخواییم توی شکل اینو اشتباه نگیریم، سطح شکمی و سطح پشتی رو اشتباه نکنیم، اونجایی که حفره داره، اونجایی که سوراخ داره میشه سطح شکمی و اون قسمت عقبش میشه سطح پشتی. حالا اینجا رو ببین آقا، یه نورون حسی، یک نورون حسی پیام عصبی رو، ببین پیام عصبی رو
از سطح پشتی، ببین، از سطح پشتی میاره به سمت نخاع و این وسط وارد میشه. این نورونی که اینجا داری میبینی، این نورون یک نورون حسیه. این میشه نورون حسی. خب توی این نورون حسی، این قسمت اینور میشه دندریتش، اینجا میشه جسم سلولی و اینجا میشه آکسون. میبینی این آکسونش. حالا اینجا من اینو میدونم که این قسمت داره از بخش پشتی وارد نخاع میشه. میبینی؟ به این مجموعه، به این سیستم، یعنی یه قسمتی از دندریت نورون حسی، جسم سلولی و آکسون نورون حسی رو هم دیگه میگن ریشه پشتی. این الان ریشه پشتی نخاعه، من دارم میبینم، چون از بخش پشتی داره میاد و نورون حسیه کاملا. این است. میاد توی بخش خاکستری نخاع، با یه نورون رابطی اینجا سیناپس برقرار میکنه، این نورون رابط، و این نورون رابطه میاد اینجا با یک نورون حرکتی سیناپس برقرار میکنه. اینا، این یه نورون حرکتیه، اینا، این یه نورون حرکتیه، با این سیناپس برقرار میکنه و از اینجا خارج میشه. اینی که داره از این قسمت خارج میشه، من به این میگم ریشه شکمی، توی سطح شکمیه دیگه. من همچین داستانی رو این ورم دارم. نگاه کن، نورون حسی میاد اینجا، جسم سلولیشه، وارد نخاع میشه، اینجا با نورون رابط سیناپس میده و یه نورون حرکتی، اینجا ببین، نورون حرکتی میاد و از اینجا خارج میشه. من الان به این قسمت که نورون حسیه و داره میاد این تو، به این میگم ریشه پشتی. ببین، این مجموعه میشه ریشه پشتی. و این مجموعه که داره از اینجا میره بیرون، اینجا، من به این میگم ریشه شکمی. اینا، این میشه ریشه شکمی. دقت کن، ریشه شکمی. خب حالا بیام جز به جزشو نگاه کنم، بررسی کنم. نگاه کن اینجا، ببین، بهت میگم آقا بیا دونه دونه نگاه کن، ببین با هم دیگه بریم جلو آروم آروم. دندریت، جسم سلولی و یه قسمتی از آکسون نورون حسی میشه ریشه پشتی، میاد توی نخاع. سوال میگم، آیا آکسون نورون حسی وارد بخش سفید نخاع میشود؟ باید بگین نه. چرا؟ چون تو شکل کتاب بخش خاکستری رو تا این لبه امتداد داده، کشیده، یعنی اصلا آکسون نورون حسی نمیتونه وارد بخش سفید بشه، کمپلت میاد تو خاک، یعنی یه ضرب میاد تو خاکستری، بعد میاد با نورون رابط سیناپس میده. اینجا من نگاه میکنم میبینم آقا توی این نورون رابطی که اینجا وجود داره، توی این نورون رابطه، دندریت نورون رابط اینجاست، جسم سلولی نورون رابط اینجاست، آکسون نورون رابط اینجاست، یعنی اصلا نورون رابط کلن در بخش خاکستری نخاع دیده میشه، در بخش سفید دیده نمیشه. ببین اصلا متن کتابه، میگه آقا بخش سفید بخشهای میلین دارن، بخشهای میلین دارن. الان من میبینم آقا نورون رابط کمپلت در بخش خاکستری نخاع. حواسا به من، اگر بیان بهت بگن نورون رابط فقط در بخش خاکستری نخاع دیده میشه، این کام غلط، غلط مطلق. چرا آقا؟ اما همین الان خودت گفتی. میگم ببین نورون رابط تو مغزم هست، نمیتونم بگم نورون رابط فقط در بخش خاکستری نخاع، تو مغزم من نورون رابط میبینم. میتونم بگم نورون رابط در نخاع
فقط در بخش خاکستری دیده میشه، در نخا، یعنی توی نخا، فقط تو بخش خاکستری. بعد میام اینجا یه نورون حرکتی میبینم. ببین اینجا الان دندریت نورون حرکتیه تو بخش خاکستریه، جسم سلولی نورون حرکتیه در بخش خاکستریه، آکسون نورون حرکتیه. ببین آکسون نورون حرکتی توی قسمت خاکستری هست، تو بخش سفید هست، بیرون نخاع هم هست. یعنی ریشه پشتی اون بالا نورون حسی بود، ریشه شکمی فقط آکسون نورون حرکتیه. آکسون نورون حرکتی همین، هیچ چیز دیگه ای نمیتونه باشه. ولی ریشه پشتی هم دندریت داره، هم جسم سلولی داره، هم آکسون داره که برای نورون حرکتیه، برای نورون حسیه. اینا پس ریشه پشتی فقط نورون حسی، هم دندریت میبینم، هم جسم سلولی، هم آکسون میبینم. ریشه شکمی فقط آکسون حرکتی، هیچ چیز دیگه حرکتی این تو نیست، فقط آکسون حرکتی رو اینجا میبینم. و نگاه کن جسم سلولی نورون حسی اصلا وارد نخا نمیشه، یعنی من تو نخا جسم سلولی نورون حسی نمیبینم، فقط آکسون نورون حسی رو تو نخا میبینم و دندریتش هم نمیاد، فقط آکسوناش میاد. اصطلاحا به میگن گانگلیون عصبی یا مثلا گره عصبی. اگه بهت گفتن کجا گره من میبینم، تو ریشه پشتی، تو ریشه پشتی گره میبینم. حالا یه مسئله اینجا دارم، تعریف عصب چیست؟ ببین بچه ها من بیام یه تعریف بکنم، قبلنم گفتم، بارها گفتم، یه بار دیگه میگم، آقا عصب چیه؟ اینو اشتباه نگیر. عصب میشود مجموعه چند دندریت، چند دندریت یا چند آکسون، یا چند آکسون، یا چند آکسون و دندریت، چند آکسون و دندریت که توسط بافت پیوندی احاطه شده، که توسط بافت پیوندی احاطه شده. بیا اینجا دقت کن چی دارم میگم. ببین سه نورون میتونیم، میلین داشته در سفید هم هست در مغز، باریکلا، آکسون نورون حسی و اول آکسون نورون حرکتی اینجا. یعنی سارا من متوجه نشدم چی گفتی. یه چیزی رو اینجا دقت کن آقا، میگم فرض کن این یه دونه دندریته، نمیدونم مثلا اینم یه دندریته، چه بدونم این مثلا یه آکسونه، خب یه بافت پیوندی اینا. بیا وسیله کمک آموزشی رو پیدا کردم، دستمال کاغذی. این یه بافت پیوندیه، اینها، این یه بافت پیوندی، این بافت پیوندی میاد دور این دندریته میچرخه، دور این میچرخه، باقیش میمونه، میاد دور این دندریته و این یکی با هم دیگه میچرخه. ببین دوباره یه خوردهش میمونه، میاد دور این یکی رو هم دیگه میچرخه. من به این میگم عصب، این مجموعه میشه عصب، این بافت پیوندیه دورش، ما به میگیم عصب. پس این مفهوم عصبه. نه میلی نداره، این شد مفهوم عصب. که اینو با تار عصبی اشتباه نگیر، تار عصبی یعنی یک دندریت یا یک آکسون بلند، اینو من میگم تار عصبی. تار یه دونه است ولی عصب مجموعه است، خب که عصبها سه جورن، من سه مدل عصب دارم. ببین عصب یا حسیه یا حرکتیه یا مختلطه. آقا ببین میگم عصب یا حسیه، عصب یا حرکتیه، عصب یا مختلطه. عصب حسی چیه؟
عصب حسی فقط دندریت نورون حسیه. اینو میگم عصب حسی. عصب حرکتی چیه؟ فقط آکسون نورون حرکتیه. این میشه این مجموعه آکسون‌های نورون حرکتی که یک بافت پیوندی دورش رو گرفتن. ولی عصب مختلط هم آکسون نورون حرکتی داره، هم آکسون نورون حرکتی داره، هم دندریت نورون حسی داره. یعنی این مجموعه با هم دیگه میشن عصب مختلط. ببین سه جور عصب دارم اشتباه نگیرا. عصب حسی فقط آکسون، فقط دندریت نورون حسیه. عصب حرکتی فقط آکسون نورون حرکتیه و عصب مختلط که هر دوتا اینا رو داره. الان توی این شکلی که من کشیدم اینجا ببین دقت کن، این میشه آکسون، میشه دندریت نورون حسی، این میشه آکسون نورون حرکتی. این مجموعه رو یه بافت پیوندی دورشون رو گرفته، من به این میگم یک عصب نخایی. ببین عصب نخایی تا اینجاست، تا اینجا میشه عصب نخایی، از اینجا به بعد عصب نخایی نیست. پس یک عصب نخایی شامل چیست؟ شامل دندریت نورون حسی و آکسون نورون حرکتی. اینا این آبیه، دندریت حسیه، این یکی آکسون حرکتیه، این مجموعه میشه یه عصب نخایی. خب آقا چه جوریه؟ حسی حرکتی مختلطه. میگم مختلطه، این عصب نخایی که اینجا میبینی مختلطه. این برم تو داری یه عصب نخایی آخه میبینی. ببین اینها، اینجا هم دندریت نورون حسی، آکسون نورون حرکتی، این مجموعه میشه یک عصب نخایی که اینم مختلطه. الان تو داری اینجا یک جفت عصب نخایی میبینی. ببین این یه عصب نخایی، این یه عصب نخایی، اینجا میشه یه جفت عصب نخایی. گول نخور، اشتباه نکن، گفتم عصب نخایی تا اینجاست، از اینجا به بعد دیگه عصب نخایی نیست. اگر بیاد بگه مثلا نورون رابط در عصب نخایی دیده میشه، نه دیده نمیشه، نورون رابط اینجاست، عصب نخایی از اینجا به بعده. اگر گفت عصب نخایی شامل ریشه پشتی و ریشه شکمی، غلطه. ریشه پشتی و ریشه شکمی جزء عصب نخایی نیستن. عصب نخایی میتونه اینجوری بگه، بگه عصب نخایی تبدیل می شود به ریشه پشتی شکم، این درست، اشکال نداره. من در عصب نخایی جسم سلولی نورون حسی نمی بینم. من در عصب نخایی جسم سلولی نورون حسی رو نمی بینم. چرا؟ چون جسم سلولی نورون حسی تو ریشه پشتیه. نگاه کن ببین، ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم آقا دستگاه عصبی، کلن دستگاه عصبی شامل دو بخش، دو تا تقسیم میشه، یه بخش مرکزی داره یه بخش محیطی. خوب اینجا رو دقت کن، یه بخش مرکزی یه بخش محیطی. مرکزی چیه؟ مرکزی همون مغز و نخاه، مغز و نخا، تمام. این میشه بخش مرکزی وسط، خود اون مغزه و این نخایه که این وسط داره میاد پایین، اینا رو هم دیگه میشن بخش مرکزی. و هر آن چیزی که به اینا وصل میشه، هر آن چیزی که به اینا وصل میشه میشه بخش محیطی. خب بخش محیطی شامل چیه؟ شامل چه عصباییه؟ ببین بخش محیطی شامله بخش حسی، بخش حرکتی، شامل ایناست. بخش حسی که پیام‌های حسی رو داره میاره به سمت مغز و نخاع، و بخش حرکتی که پیام‌های حرکتی رو میبره بیرون. و حالا اینجا دقت کن، میگم آقا اعصاب محیطی، اعصاب محیطی شامله
31 جفت عصب نخاعی، 31 جفت عصب نخاعی و 12 جفت عصب مغزی. خوب اینا دقت کن، یعنی 31 جفت، یه دونه از این عصب نخاعی رو ببین، اینا این عصب نخاعی، این یه عصب نخاعی، این یه، این میشه یه جفت عصب نخاعی. 31 از اینا داریم میبینیم تو نخاع، 31 جفت عصب نخاعی. یعنی چی؟ یعنی 62 عدد عصب نخاعی، 62 عدد عصب، یعنی 24 عدد عصب مغزی. یادت باشه اعصاب نخاعی، اینو بهت گفتم، اعصاب نخاعی همگی مختلطن، یعنی هر 62 تای اینا یه قسمت حسی داره یه قسمت حرکتی، هر 62 تاش. خب ولی اعصاب مغزی هم حسی داره هم حرکتی داره هم مختلط داره. ببین چجوری بازیت میدن تو سوالا، چجوری باید بازی میکنن. میاد چی میگه؟ میگه آقا تعداد اعصاب مختلط از 62 عدد بیشتر است. درسته یا غلطه؟ بگو ببینم. آها ببین این جمله درسته، این جمله درسته. چرا؟ چون اعصاب مختلط، این 62 تا که همه مختلطن، هیچی، این 62 عدد همگی مختلطن. خب یه سری از این مغزی ها هم مختلطن دیگه، یه سری از اینا هم مختلطن، پس از 62 تا بیشتره. هیچ جا هم نگفته این چند تا مختلط داره چند تا حسی داره، چند... از 62 تا بیشتر. ولی بهت میگه تعداد عصب‌های حرکتی از 24 تا کمتره. درسته، بالاخره از این 24 تا یه خورده مختلط و حسی هم هست دیگه. یا مثلا بهت میگه تعداد اعصاب حسی از 24 تا کمتر. آره از 24 تا کمتره. الان من اگر بخوام در نظر بگیرم هر عصب نخاعی رو که تبدیل میشه به یه ریشه پشتی یه ریشه شکمی، پس ما 62 تا ریشه پشتی داریم و 62 تا ریشه شکمی. اعصاب مغزی دیگه پشتی و شکمی و از این داستانا ندارن. پس دقت کن، اگر بهت بگن چند جفت عصب داریم تو بدنمون کلن، میگی 43 جفت عصب. اگه گفتن چند عدد عصب داری، میگی 86 عدد عصب داری. اگر گفتن چند تا ریشه داریم، میگی 124 تا ریشه داریم. ببین اینا اعصاب محیطی ما هن، بجز خود مغز و نخاع، چیزایی که میان این تو از بیرون و چیزایی که از این خارج میشن میشن اعصاب محیطی. خب که یا حسی یا حرکتی یا مختلط. حالا اینجا رو دقت کن، این تقسیم بندی چی آقا؟ این چیه؟ میگم دستگاه محیطی رو کلن ما تقسیم بندی میکنیم. دستگاه محیطی یه بخش حسی داره یه بخش حرکتی داره. خب حالا این بخش حرکتیه خودش شامل دو نوعه، یا از نوع پیکری است یا از نوع خودمختار است. آقا یعنی چی؟ ببین دستگاه حرکتی یعنی چی؟ دستگاه عصبی محیطی حرکتی یعنی چی؟ یعنی آقا از مغز و نخاع من باید دستور رو ببره به سمت اندام هام، حرکتیه دیگه.
یا ببره به ماهیچه یا ببره به قده، بالاخره اینجاها داره میبره. این میشه حرکتی، بخشی که داره میبره بیرون. حالا قسمت پیکری بخشی که دستور میده به ماهیچه های اسکلتی، این به ماهیچه اسکلتی دستور میده. ولی قسمت خودمختار به ماهیچه صاف دستور میده، به ماهیچه قلبی دستور میده، به قده ها هم دستور میده. ببین بخش پیکری فقط به ماهیچه های اسکلتی، ماهیچه های مخطط، ماهیچه های ارادی دستور میده. بخش خودمختار به ماهیچه صاف، قلبی و قده ها. یعنی در واقع بخش خودمختار داره به ماهیچه های غیر ارادی، کارهای غیر ارادی رو میکنه. اسمش روشه خودمختار. نه مغزی ها ریشه ندارن سارا. خودمختار خودش داره کار میکنه واسه خودش، غیر ارادی. ولی پیکری ارادی. حالا گوش بده آقا، خودمختار پس یه نتیجه گرفتم اینجا. خودمختار کلن غیر ارادی. ولی پیکری رو بررسی کنم. قسمت پیکری ارادی که هست، ببین همین که من الان دارم راه میرم، دستم رو باز میکنم، میبندم، مینویسم، کارهایی که دارم انجام پیکریه دیگه. ماهیچه های اسکلتی منن، تحت اراده خود منم، اصلا ارادیه. ولی این میتونه کار غیر ارادی هم بکنه. آقا غیر ارادیش چیه؟ مثلا تو دستت میخوره به یه جسم داغ، سری دستتو میکشی. این کار غیر ارادیه، به این میگن انعکاس. کار غیر ارادی هم داره بخش پیکری. کار غیر ارادی هم داره بخش پیکری. حواستو جمع کن. پس اگر بهت گفت، اگر بهت گفت بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی، یعنی چی؟ بخش پیکری چیه؟ شامل دستگاه عصبی محیطیه، اونم جزء بخش حرکتیشه. فقط کارهای ارادی انجام میده، غلط. غیر ارادی هم انجام میده. اگر گفت بخش خودمختار فقط کارهای غیر ارادی میکنه، آره درست. فقط صرفا غیر ارادی، اصلا ارادی نداره، خودمختار است. حالا یه جمله میگم ببین چی دارم بهت میگم. ببین یه زمانی میاد بهت میگه آقا ماهیچه غیر ارادی، اصلا میاد سوال بهت میگه آقا همه ماهیچه های غیر ارادی، من اینجا بنویسم آقا ماهیچه غیر ارادی. اینا رو خوب یاد بگیر، تو فصل 3 باهاشون خیلی کار دارم و دارم اینجا مفصل راجبش حرف میزنم، باهاش کار دارم. میاد بهت میگه آقا ماهیچه غیر ارادی داریم. میگه ماهیچه غیر ارادی کیان؟ ماهیچه صافه و ماهیچه قلبی. یه زمانی بهت میگه آقا ماهیچه های ارادی، همه ماهیچه های ارادی. میای میگه آقا ماهیچه اسکلتی، ماهیچه ارادی میشه اسکلتی. یه جا میاد نه اینجوری میگه، اینجوری میگه، میگه ماهیچه هایی که، ماهیچه هایی که فعالیت غیر ارادی دارن، فعالیت غیر ارادی دارن. وقتی میگه فعالیت غیر ارادی دارن، آقا صاف که غیر ارادی بود، قلبی هم که غیر ارادی بود، اسکلتی هم میتونه فعالیت غیر ارادی داشته باشه توی انعکاس. پس اینا با هم فرق دارن. یه زمان میگه ماهیچه غیر ارادی، میگه قلبی صاف. یه زمان میگه ماهیچه ای که فعالیت غیر ارادی داره، اون فرق میکنه. حله؟ این است. پس این یه تقسیم بندی.
حالا خود بخش خودمختار، ببین بخش خودمختار اونم قسمت حرکتیش، یعنی حرکتی دیگه، خودمختار حرکتی، شامل دو قسمت میشه. خودمختار اعصاب پاراسمپاتیک و اعصاب سمپاتیک. به این فارسی میگن پاد همحس، به این میگن همحس. خب اولا یه چیزی رو دقت کن، یه چیزی رو حواست باشه. زمانی که ما در حالت عادی و آرامش نشستیم، همینجوری الان داریم درس گوش میدیم، در این شرایط اعصاب پاراسمپاتیک ما فعاله. خب سار شکلاش هم الان بررسی میکنم. پس در حالت عادی پاراسمپاتیک فعاله، ولی زمانی که شما استرس میگیری، زمانی که استرس میگیری، اون موقع است که سمپاتیک فعال میشه. ببینید ما دو جور استرس داریم، اینو همین الان یاد بگیر که تو فصل 4 دوباره درگیر این قضیه نشی. ما دو مدل استرس داریم، یه سری استرس ها لحظه ایه، یه سری استرس ها طولانی مدته. یعنی چی؟ ببین مثلا شما نشستی برای یه فیلم مثلا خنده داری چیزی نگاه میکن، یه لحظه دوست میاد از پشت رو هل میده، از این شوخی های سمی باهات میکنه، یه لحظه میترسی، اون لحظه که میترسی دستگاه سمپاتیک تحریک میشه. ولی یه زمانی هست تو میخوای بشینی یه فیلم ترسناک ببینی، میدونی 2 ساعت قرار استرس داشته باشی، اون موقع یه استرس طولانی مدت، کار دستگاه سمپاتیک نیست، اون موقع دستگاه درون ریز و هورمون‌ها درگیر میشن. استرس کوتاه لحظه‌ای سمپاتیک. ببین دستگاه عصبی خودمختار همیشه فعاله، خودمختار همیشه داره کار میکنه، یا حالت عادیم حالا سمپاتیک، یا حالت استرسی میشه سمپاتیک. حالا تو حالت استرس باشیم چه اتفاقی میفته؟ چی کار میکنه؟ نگاه کنیم ترکیب میشه. آقا زمانی که شما استرس داری، سمپاتیک میاد قند خون رو میبره بالا، قند خون زیاد میشه به خاطر اینکه استرس داری، بدنت احتیاج به قند بیشتر، سلولا احتیاج به قند داره دیگه. اینو نگاه کن آقا، ضربان قلبو میبره بالا، حواستو جمع کن، قشنگ این ترکیب میشه با دهان. ببین ضربان قلب چجوری حساب میشه، من اینجا بنویسم. آقا ضربان مساوی است با 60 ثانیه تقسیم بر دوره قلب. دوره قلب یعنی مدت زمانی که طول میکشه قلب یه دور کار کنه، انقباض دهلیز، انقباض بطن و استراحت عمومی، مجموعه رو میگم دوره قلب، که معمولا 0.8 ثانیه کار میکنه. خب زمانی که ضربان قلب من زیاد شده، ببین ضربان رفته بالا، قطعا دوره قلب کم شده. پس میتونم نتیجه بگیرم، ببین نتیجه بگیرم، وقتی سمپاتیک ضربان قلبو میبره بالا، یعنی دوره قلبو چیکار میکنه؟ کم میکنه. حالا تو سوال که نمیاد انقدر واضح بهت بگه، طراح دوست داره لقمه رو اینجوری بچرخونه بیاره،
صریح که بهت نمیگه. چی میاد میگه؟ اینو میاد میگه. نگاه کن. آقا یه دور دوره قلب اینجوریه دیگه. انقباض دهلیز، انقباض بعد، استراحت عمومی، مثلا این یه دوره قلب. نوار قلب این پی کیو آر اس تی. و در حالت عادی گفتیم آقا این چقدر طول میکشه؟ این 0.8 ثانیه طول میکشه. خب زمانی که شما استرس میگیری دوره قلب کم میشه، یعنی یه نوار قلب در کمتر از 0.8 ثانیه داره رسم میشه. ببین P Q R S T P Q R یعنی چی؟ یعنی زمانی که دوره قلب کم میشه فاصله بین امواج اینم کم میشه، یعنی موج پی به کیو نزدیک میشه، موج کیو به اس نزدیک میشه. میگه یک فرد دستگاه عصبی سمپاتیکش فعال شده، فاصله بین موجها کاهش مییابد، یعنی فاصله پی تا کیو کاهش پیدا میکنه، یا فاصله پی تا کیو افزایش افزایش غلطه، اینجا کاهشه، کاهش پیدا میکنه. خب یه چیز دیگر رو دقت کن، یه چیز دیگه ببین، ما یه موضوعی داریم به اسم برونده قلبی. حالا برونده چیه؟ حاصل ضرب ضربان قلب ضرب در حجم ضربه‌ایه. حجم ضربه‌ای ضرب در ضربان قلب میشه برونده. حجم ضربه‌ای تعریفش چیه؟ حجم ضربه‌ای یعنی مقدار خونی که در هر ضربان از هر بطنی خارج میشه. من بهم میگم حجم ضربه‌ای، مقدار خونی که توی هر ضربان از هر بطن میره بیرون. دقت کن، خوب دقت کن. آقا اگر قلب من آروم آروم بزنه توی هر ضربان خون بیشتری میره بیرون، یا تون تون توی هر ضربان؟ بگو ببینم. بقیه حال ندارن جواب بدن. آروم بزن. هرچی قلب آرومتر بزنه توی هر ضربان خون بیشتری میره، هرچی تونتر بزنه تو هر ضربان خون کمتری میره. وقتی ضربان قلب داره زیاد میشه حجم ضربه ای کم میشه. اینا رابطه عکس دارن. آقا من این نتیجه رو الان گرفتم، تعداد ضربان با دوره قلب رابطه عکس داره، با حجم ضربه‌ای هم رابطه عکس داره. یعنی زمانی که سمپاتیک فعال میشه، زمانی که استرس میگیری ضربان قلب میره بالا، ضربان داره میره بالا، دوره قلب کم میشه، حجم ضربه‌ای هم کم میشه. بیا اینجا. پس دوره کم میشه، حجم ضربه‌ای هم کم میشود. حالا بیا رو تنفس بررسی کنیم. وقتی سمپاتیک فعاله تعداد تنفس میره بالا، یعنی دیدین یه نفر استرس داره تون تون همینجوری داره نفس میکشه، تعداد تنفس میره بالا. خب حالا چون اکسیژن بیشتر نیاز داره، هوای جاری چی بود؟ مقدار هوایی که در هر دم و بازدم بین محیط و ششها داره جابجا میشه. ببین من آروم نفس میکشم، دارم آروم آروم تنفس میکنم. ببین خیلی آروم داریم نفس میکشیم،
توی تنفس آروم میبینی هوای جاری که داره جابجا میشه زیاده، ولی زمانی که بریده بریده و تون تون نفس میکشم توی هر بار نفس کشیدن هوای کمتری جابجا میشه. پس وقتی اینجا داره تعداد تنفس رو زیاد میکنه، تعداد تنفس زیاد میشه، پس حجم هوای جاری داره کم میشه. پس سمباتیک روی اینم اثر میذاره، حجم هوای جاری. دیگه چی؟ آقا فعالیت گوارشی کم میشه، گوارش کاهش پیدا میکنه. میدونی چرا؟ زمانی که یه نفر استرس میگیره به خاطر اینکه این جریان خون باید تو کل بدن به چرخه، تمرکز جریان از لوله گوارش خارج میشه میره تو بدن، بنابراین فعالیت گوارشی کاهش پیدا میکنه. ببین مثالش اینه، مثلا فرض کن دستشویی داری، ادرار نه و مدفوع، قبل امتحانه، میری میشینی سر جلسه اصلا انگار رف شد. چرا؟ چون فعالیت گوارشی کاهش پیدا میکنه. ببین به جای فعالیت گوارشی میاد بهت میگه آقا ترشح غدد بزاقی، ترشح غدد بناگوشی، ترشح غدد زیرزبانی، ترشح لیزوزیم در لوله گوارش، نمیدونم ترشحات پانکراس، حرکات کرمی، حرکات قطعه قطعه شونده، تمام اینا منظور گوارشه، گوارش داره کم میشه. خب آقا فشار خون میره بالا، فشار خون زیاد میشه. خب اگر از کلیه یادت باشه، زمانی که فشار خون در سرخرگ آوران زیاد میشد، میزان تراوش یعنی مایعی که میرفت تو کپسول بومن برای اینکه بشه ادرار، اینم زیاد میشد. پس بنابراین حجم ادرار میره بالا، ادرار زیاد میشه. ببین قشنگ میاد با همه جا ترکیبش میکنه، میتونه ببین ضربان قلب با فصل 4 دهان ترکیب بشه، تنفس فصل 3 دهان ترکیب بشه، گوارش فصل 2 دهان ترکیب بشه، ادرار فصل 5 دهان ترکیب بشه، سمپاتیک رو همه اینا اثر میذاره. ببین یه چیز کلی داریم، همه چیز داره زیاد میکنه به جز گوارش، و پاراسمپاتیک در واقع برعکس اینه دیگه. وقتی میگم قند خون میره بالا یعنی چی؟ یعنی نسبت به حالت پاراسمپاتیک داره میره بالا دیگه. بهتره نگیم در پاراسمپاتیک مثلا قند خون میاد پایین، قند خون طبیعیه دیگه، طبیعیه، سمپاتیک میبردش بالا، یا نگیم ضربان قلب کم میشه، ضربان قلب طبیعیه دیگه، در حالت عادی 75 بار میزنه. توی سمپاتیک ضربان قلب از حالت عادی بیشتر میشه. پس نکته مهم من اینجا چی بود؟ این بود که آقا دستگاه عصبی خودمختار همیشه داره کار میکنه، همیشه داره کار میکنه. حالا آرامش داریم پارا سمپاتیک، استرس داری سمپاتیک. چی؟ استرس انرژی بیشتری میخوان. و چرا فشار خون؟ آها ببین چرا سلول انرژی بیشتری میخواد؟ شما زمانی که استرس میگیری سلولای عصبی، سلولای مغز شروع میکنن به مصرف کردن بیشتر انرژی. دیدی یه نفری که استرس میگیره عرق میکنه، کل سیستم بدن درگیر میشه. چرا؟ چون بدن وارد یک شرایط آماده باش میخواد بشه. استرس یعنی این دیگه، یعنی آقا بریم توی شرایط آماده باش، یه اتفاقی قراره بیفته. تو اون شرایط آماده باش سلول باید در هوشیارترین حالتش باشه، واسه همین قند بیشتری مصرف میکنه. چرا فشار خون میره بالا؟ چون جریان خون تو بدن من زیاد بشه، قنده به همه برسه، قنده باید به همه جا برسه، واسه همین فشار خون میره بالا. گرفتی سارا؟ اینجوریه. حالا یه سوال ازت دارم، خوب دقت کن. آقا آیا ما در ریشه پشتی نخا، در ریشه پشتی نخا اثری از اعصاب سمپاتیک میبینیم یا نه؟ بگو ببینم.
آها ببین ریشه پشتی باید بگی حسیه یا حرکتی اول. میگه آقا حسیه. وقتی یه ریشه حسیه سمپاتیک برای حرکتیه، پس من در ریشه پشتی نخا هیچ اثری از اعصاب سمپاتیک نمیبینم، ولی در ریشه شکمی میتونم اثری ببینم، میشه دیده بشه. این حسی حرکتی رو حواست رو بهش جمع کن، دقت کن ببین چیه. پس این شد دستگاه عصبی محیطی ما. مرکزی که مغز و نخا بود، محیطی شده حسی و حرکتی. از نظر تعداد عصبش بررسی کردیم، از نظر ریشه هاش بررسی کردیم، از نظر کارهاش بررسی کردیم و خودمختار هم که گفتیم که پاراسمپاتیک و سمپاتیک و اینا. یه فرایند دیگه هم باید یاد بگیریم اسم انعکاس. همین انعکاس اصلا چیه که میگم آقا فعالیت حرکتیه دیگه. ببین آقا بیا گوش کن، یه چیزو دقت کن، نگاه کن. آقا بخش محیطی میشه حسی حرکتی، حرکتی میشه پیکری خودمختار، خودمختار میشه سمپاتیک پاراسمپاتیک. پس چون سمپاتیک خودمختاره، خودمختار حرکتیه دیگه. مهناز فهمیدی؟ ببین چرا تمرکزتو از دست میدی توی استرس؟ به خاطر اینکه باز بدنت رفته در حالت آماده باش و تمام حواست درگیرن، یعنی حس لامسه، حس چشایی، حس بینایی، همه سعی میکنن که بیشترین کارشون رو انجام بدن که آماده باش وجود داشته باشه. بنابراین مغز تو نمیتونه روی چیز تمرکز کنه، داره از همه جا اطلاعات میگیره تا همه رو با هم دیگه تحلیل کنه و تو حالت آماده باش باشی دیگه. واسه همین تمرکز کردن روی موضوعی خورده سخت میشه اون موقع. این از مانی گرفتی چی شد؟ خب حالا بیا ببین انعکاس چی هستن. یه انعکاس مثال میزنیم، انعکاس عقب کشیدن دست. این چیه؟ انعکاس عقب کشیدن دست چجوری؟ ببین مثلا من دستم میخوره به یه جسم داغی، مثلا قابلمه داغ رو گاز، دستم میخوره، دستم میکشم. خب ما یه سری عضله داریم اینجا، یه عضله جلوی بازو داریم بهش میگن عضله دو سر بازو، یه عضله عقب بازو داریم بهش میگن سه سر بازو. خب عضلات بدن ما معمولا برعکس هم عمل میکنن. آقا یعنی چی برعکس هم عمل میکنن؟ یعنی اینکه آقا من اگه بخوام این دستم رو باز کنم، یا کن، باید عضله پشت بازوی من منقبض بشه، جلوی بازوی من بره تو استراحت. اگه بخوام دستم رو جمع کنم، باید جلوی بازوی من منقبض بشه، عقبیه بره تو استراحت. اینا برعکسن. عضلات ما برعکس هم عمل میکنن. میارم اسکرین بگیریم. میگم برعکس. اصطلاحاً از نظر علمی میگن آنتاگونیستن عضلات ما. پس عضله جلوی بازوی من با عضله عقب بازوی من همزمان با هم منقبض نمیشن، ولی یاد باشه همزمان با هم استراحت میکنن. مثلا خوابیدی، همه عضلات دارن استراحت میکنن دیگه، ولی با هم منقبض نمیشن. من اگر دستم بخوره به یه جسم داغ بخوام بکشمش اینجوری، باید عضله جلوی بازوی من منقبض بشه، عقب بازوی من بره تو استراحت. ما میخوایم ببینیم این فرایند چجوری به طور غیر ارادی انجام میشه بدون اینکه مغز من کاری اینجا انجام بده. بیا نگاه کن. فرض کن این استخون بازوه، اینجا ببین این بازو، اینجا ساعد، ساعد دوتا استخون داره، یه دونه بالاست در امتداد شست بهش میگن زند زبرین، یه دونه پایینه میشه زند زیرین. این بالایی زند زبرین، پایینی زند زیرین. الان این بالایی زند زبرین، پایینی زند زیرین، این هم که انگشتایی هست. مثلا این انگشتیه که
شبیدان داره برخورد میکنه به جسم داغ. جسم داغم برات بکشم. اینها فرض کن اینجا یک شعله آتش مثلا ما الان یه عضله داریم اینجا جلوی بازو، یه عضله داریم عقب بازو. میبینی این عضله ای که جلوی بازوه اسم علمیش دو سر بازوه، اینی که عقب بازوه اسم علمیش سه سر بازوه. دو سر سه سر یعنی دو تا رأس داره، سه تا رأس داره، این شکلیه دیگه. حالا توی فصل سه مفصل راجع به این عضلات صحبت خواهیم کرد. اینا ما میخوایم یه اتفاقی بیفته. چه اتفاقی؟ دستمون میخوره به جسم داغ، میخوایم دستمون رو بکشیم. میبینی؟ میخوام دستمون بکشم بیام تو نخا. فرض بگیر اینجا نخاه، بیرون سفید، مرکز خاکستری. یه همچین چیز. خب زمانی که من دستم برخورد میکنه به یه جسم داغی، یه نورون حسی، ببین یه نورون حسی توی این دست من تحریک میشه و این نورون حسی دستور رو میاره به سمت نخاع. بذار از این بالا بکشمش. این دست من تحریک میشه، یه نورون حسی دستور رو از اینجا میاره و وارد نخاع میکنه. این جسم سلولیش، این میاد توی نخاع. خوب دقت کن. پس این زرده کیه؟ نورون حسی انگشت اومد اینجا. خب الان اومده تو نخا، باید نخا سریع جواب بده. ببین انعکاس فعالیت غیر ارادیه که در مهرداران دیده میشه. بی مهره ها ندارن انعکاس و میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه واکنش سریع انجام بده. یعنی دستور تا ببین در حالت عادی اینجوری دستور میاد از اندام ها به نخا، از نخا میره مغز، مغز سریع تحلیل میکنه جوابو میفرسته، من مثلا یه کاری رو انجام میدم. الان میخوام مغز رو از شبکه حذف کنم، دستور بیاد نخا، خود نخا جواب بده، خود نخا جواب بده. واسه همین نخا باید به ماهیچه دو سر جلوی بازو بگه ماهیچه دو سر منقبض بشو و به ماهیچه عقب بازو باید بگه ماهیچه عقب بازو تو منقبض نشو. پس واسه همین این میاد توی نخا، در واقع اینجا دو شاخه میشه و هر کدوم از این شاخه ها میان با یه نورون رابطی سیناپس برقرار میکنن. این دوتا نورون رابط. حالا یه نورون رابط میاد با یه نورون حرکتی سیناپس میده که این نورون حرکتی دستور رو میبره به ماهیچه دو سر بازو و میگه ماهیچه دو سر بازو منقبض بشو. در واقع این سبزه که اینجا کشیدم این نورون حرکتی که دو سره. خب بعد این یکی باید بیاد با کی؟ با یه نورون دیگه. ببین مثلا اینو نارنجی میکشم، با یه نورون حرکتی دیگه سیناپس میده و باید به ماهیچه سه سر بگه منقبض نشو. این الان حرکتی سه سره. خوب اینجا رو دقت کن. ببین یه بار دیگه بریم ببینیم چی شد. یه نورون حسی تو انگشت من تحریک شد، اومد تو نخا. اینجا دو شاخه شد.
یه شاخه به رابط دستور داد، رابط به نورون حرکتی دو سر دستور داد، اومد نورون حرکتی دو سر مایشه دو سر رو منقبض کرد. میام راجع به این سه سره. ببینید ما یه قانون اینجا بهت یاد بدم. ببین فرض کن شما میخوای بری از بابات پول بگیری، میری میگی آقا پدر من به من پول بده، ما بهت پول میدم. اگر پول نخواهی نمیشینی بغل گوشش هی بگی پول نده پول نده پول نده پول نده پول نده. همین که هیچی نگی خب میگه خدا رو شکر پول نمیخواد دیگه بچه‌مو. اینم همین جوریه. ما اگه بخوایم یه ماهیچه‌ای رو منقبض کنیم بشه ماهیچه منقبض بشه، دستور میدم. ولی اگه بخوام منقبض نشه بهش هیچی نمیگم. همین که هیچی نگم منقبض نمیشه. نگاه کن الان اینجا این نورون رابطه میاد نورون حرکتی سسر رو مهارش میکنه. وقتی اینجا این مهار بشه دیگه دستوری نمیده این تو که این منقبض، واسه این منقبض نمیشه. یه بار دیگه ببین چی شد. نورون حسی انگشت میاد تو نخا، دو شاخه میشه، یکی رابط، رابطه به هر ببین رابط تحریک میشه، رابط حرکتی دو سر رو تحریک میکنه، حرکتی دو سر میده ماهیچه رو تحریک میکنه و ماهیچه منقبض میشه. میاد رابط رو تحریک میکنه، رابط حرکتی سه سر رو مهار میکنه. وقتی مهار کرد دیگه دستور نمیده به ماهیچه سه سر و سه سر منقبض نمیشه، میشه مهاری. این میشه که دستتو میکشی. دیگه مغز اینجا درگیر نبود. آقا ببین دیدی وقتی دستت میخوره به یه جسم داغ دستتو میکشی، اول دستتو میکشی یه خورده بعد درد و احساس میکنی. چرا؟ چون نخاعه اومده دستور رو داده، تو دستتو کشیدی، بعدش پیام میره به سمت مغز، واسه همین دیرتر درد و احساس میکنی. الان سوال گوش کن، میگم آقا در این فرایند انعکاس عقب کشیدن دست، بله رابط همیشه تحریک میشه، توی فرایند عقب کشیدن دست چند تا نورون شرکت داره؟ تعداد نورونایی که شرکت داره رو بشمار بگو به من. بدو بگیم بقیه جواب بشمارید نورون. چند تا نورونه؟ آها 5 6 دیگه 5 5 بیا بشمارم برات. آقا یه دونه حسی انگشت رو دارم، دو تا رابط اینجا دارم، شد چند تا؟ 3 تا. یه حرکتی دو سر رو دارم، 4 تا. یه حرکتی 3 سر، 5 تا نورون دارم. آقا 5 نورون اینجا دخیلن. حالا یا اینجوری میگم تو این فرایند در چند نورون پتانسیل عمل ایجاد میشه. اینو بگو حالا به من. باری چلا 4 تا پتانسیل عمل دارم، 5 تا نورون دارم، 4 تاش فعاله، یه دونش غیر فعاله. ببین به جای فعال غیر فعال پتانسیل عمل، ببین اینجوری بهت میگه، شاید بگی در چند نورون کانال لرچدار سدیمی باز میشود، یعنی پتانسیل عمل. بگی در چند نورون کانال لرچدار پتاسیمی باز میشه، یعنی پتانسیل عمل. در چند نورون پمپ سدیم پتاسیم فعالیت بیشتری دارد، فعالیت زیاد، این پتانسیل عمل. به همه اینا واژه ها به مدل دیگری پتانسیل عمل رو داره بهت میگه. حالا اینجا رو ببین، حالا میخوام ببینم اینجا چند تا سیناپس میبینم. سیناپس چی بود؟ محل ارتباط یک نورون، یک سلول عصبی با یه سلول دیگه. من ببینم سیناپس محلی که یه سلول عصبی با یه چیز دیگه ارتباط داره. الان نگاه کن آیا اینجا تو سیناپس میبینی؟ اینجا انگشت من داره دستور میده به یه نورون. خب اولیه که نورون نیست. کوسر از کجا فهمیدم؟
کدوم ها فعالن؟ نگاه کن، همه اینا تحریک شدن به جز این سه سره که مهار شد اینجا. پس وقتی این مهار شده دیگه فعال نیست دیگه، بقیه فعال. حالا اینو میخوام بگم آقا اینجا سیناپسه؟ نه، سیناپس باید اولی نورون باشه، یعنی نورون باید دستور بده به یه چیز دیگه. اینجا داره انگشته دستور میده به، پس این سیناپس نیست، چی؟ این از رده خارج. بیا ببین اینجا نورون نورون یه سیناپس، نورون نورون دو سیناپس، نورون نورون سه سیناپس، نورون نورون چهار تا سیناپس، نورون ماهیچه 5 تا سیناپس، نورون ماهیچه 6 تا سیناپس. یعنی من در این فرایند عقب کشیدن دست دارم 6 تا سیناپس میبینم. 6 تا سیناپس داریم. بذار بنویسم آقا، تعداد سیناپس میشه 6 سیناپس. حالا از این 6 تا سیناپس باید بدونید چند تاش فعاله چند تاش غیر فعاله. تو اینجا ببین الان این یه دونه، این غیر فعاله، رابط و حرکتی سه‌سرعتی، این مهاریه، این غیر فعالیست، این مهاریه، نوشتم اینجا. و حرکتی سه‌سر با ماهیچه سه‌سر، این غیر فعال، اصلا کار نمی‌کنه. وقتی این نورونه دستوری رو نمیبره با خودش، هیچ پیامی رو نمیبره، پس این غیر فعاله دیگه. این سیناپس من غیر فعال است. همین. پس از 6 عدد سیناپسی که اینجا داری، یکیش غیر فعال، 5 تا فعال. بیاین پس آقا غیر فعال یه دونه، فعال 5 تا. کیه غیر فعاله؟ کیه؟ اینم بلد باش. حرکتیه سه سر با ماهیچه سه سر، این میشه غیر فعال من. این کار نمی، این غیر فعال. حالا میرم سراغ فعال ها. بین فعال ها ببین، اینجا نورون حسی میاد رابط رو تحریک میکنه، رابط حرکتی دو سر رو تحریک میکنه، حرکتی دو سر ماهیچه رو تحریک میکنه، رابط رو تحریک میکنه، رابط حرکتی سه سر رو مهار میکند. یعنی بین 5 تا سیناپس فعالی که دارم یه دونش مهاریه، 4 تاش تحریکیه. بینج 5 تا فعال، از 5 تا فعال یک عدد مهاری، 4 عدد تحریکی. مهاریه کیه؟ ببین رابط و حرکتی سسر، این مهاری، رابط حرکتی سسر رو مهار بکن. حالا تحریکی ها کیه؟ نگاه کن، دو تا حسی رابط دارم، حسی با رابط، دوباره حسی با رابط، اینا تحریکی هست. رابط با حرکتی دو سر و حرکتی دو سر با ماهیچه دو سر، اینا تحریکی. آره دیگه، وقتی بهش دستور ندیم خودش تحریک نمیشه دیگه. وقتی بهش دستور ندیم خود به خود مهاره دیگه، یعنی وقتی بهش دستور نمیدم هیچ پیامی نمیره دیگه. یه چیز نگاه کن. آه نه نه، ببین سارا یه چیز دقت کن. ببین وقتی من میخوام یه نورونی کار نکنه دستور میدم مهار میشه. خب دستور میدم مهار میشه.
حالا که این مهار شد، این میتونه بره تهش به یه جایی وصل باشه دیگه، به یه جایی متصل باشه. وقتی تو این پیامی نمیره، این سیناپس تهیه غیر فعال کار نمیکنه. مثل اینجا ببین، الان اینجا این مهار شده، وقتی دستوری به اینجا نمیره، پس این سیناپس غیر فعالیه، کار نمیکنه اصلا. و وقتی دستوری به ماهیچه نمیده، ماهیچه منقبض نمیشه. این قضیه که دستور ندیم منقبض نمیشه برای ماهیچه است. نورون اگر بخوام مهار بشه باید دستور بدم بهش، اگه بخوام تحریکم بشه باید بهش دستور بدم. ولی ماهیچه نه، اینجوری نیست. ماهیچه بخوام منقبض بشه بهش میگم منقبض، نخوام بشه چی نمیگم. بیا اینجا همه جواب بدن. آقا ما در انعکاس عقب کشیدن دست چند تا سیناپس داریم؟ بگو تعداد سیناپس. بودو همه 6 تا. 6 تا سیناپس داریم. چند تا سیناپس غیر فعال؟ بودو آها، یه دونه غیر فعال. چند تا فعال؟ باریکلا 5 تا فعال. چند تا تحریکی؟ آفرین 4 تا. چند تا مهاری؟ مهاری چند تا دارم؟ یه دونه. حالا یه سوال خوشگل، میگم در انعکاس عقب کشیدن دست چند تا سیناپس در بخش خاکستری نخاع میبینی؟ در بخش خاکستری نخاع چند سیناپس داریم؟ بودو باریکلا، مانی حواس جمع نیست، مانی بیدقتی. نگاه کن، در بخش خاکستری نخاع این وسط دیگه، بشمار 1 2 3 4. در بخش خاکستری نخاع 4 تا سیناپس دارم. حالا بهت میگم در بخش خاکستری نخاع چند سیناپس تحریکی داریم؟ 3 تا. 1 2 3. در بخش خاکستری نخاع چند سیناپس مهاری داریم؟ یه دونه. کلا یه دونه مهاری افتاد. آها، نه دیگه، واسه یه دونه دستمون رو ما بکشیم، یه سمت دست راستم رو بخوام بکشم یه سمت دیگه، اون واسه دست چپ مثلا. توی بخش سفید هیچ سیناپس اینجا نمیبینی. حالا یه جمله‌ای بهت میگم، دقت کن. میگم نورون حسی توی این داستانه، نورون حسی وقتی وارد نخاع میشود دو شاخه میشود، درست یا غلط؟ بگو. اینو بگو همه نظرتونو بدین، دوستو هم نظراتونو بشنوه. این جمله غلطه بچه، این جمله غلط. یا خودت گفتی همین الان این میاد اینجا دو شاخه میشه. میگم مسئله اینه، نه مرناز، مسئله بلافاصله نیست. مسئله اینه که یه شاخه هم میبره بالا، یه شاخه هم میره به سمت مغز. درسته انعکاس داره صورت میگیره، من دستامو میکشم، دردم بعد باید احساس کنم دیگه، یه شاخه هم میره به سمت مغز. پس این توی نخاع 3 شاخه میشه نه 2 شاخه. فهمیدی؟ اینش قشنگه. ببین اینا رو من باید در بیارم، تو شکل کتاب اینو دارم، اون یه دونه رو ندارم، اونو من باید استنباط کنم از اینجا. اینا میشه بحثای استنباطی قضیه. حالا بریم یه چند تا مثال با عمل کنیم، سعی غلط اول ببینیم. بیا اینجا، یه چیز رو دقت کن،
آقا پس این فرایند انعکاسه توی نخا داره اتفاق میفته. آیا انعکاس به جز نخا جای دیگری هم انعکاس اتفاق میفته؟ آره، یه سری انعکاس ها اصلا تو بصل و نخا اتفاق میفتن. یاد گفتم مرکز انعکاس ها بصل و نخا میتونه باشه. خب این انعکاس هایی که تو بصل و نخا اتفاق میفتن کدوم انعکاس ها هن؟ کدوم انعکاس ها مرکزشون بصل و نخا هست؟ کدوم انعکاس ها مرکزشون نخا هست؟ بگم آقا انعکاس های گردن به بالا مرکزش بصل و نخا هست، گردن به پایین مرکزش نخا هست. مثلا نیا کن، من اینو میارم، قلم رو میارم رو به چشم، چشم بسته میشه، غیر ارادیه. مرکز این انعکاس بصل و نخا هست. یا انعکاس بلعه، انعکاس استفراغ، انعکاس سرفه، انعکاس عطسه، مرکز همه اینا بصل و نخا هست. و بقیه انعکاس ها که پایین گردن هم مرکزشون میشه نخا. اینو یادم باش. آره کوسر میذارم. پس میریم اولی میگه آقا مرکز همه انعکاس ها نخا هست، پس غلط. دور رو نگاه کن، دور رو میگه باز شدن دریچه ابتدای میزراه مجرای ادراری نوعی انعکاس هست، درسته یا نه؟ نه دیگه سارا، به جز اون دیگه جایی نیست. باریکلا این غلطه. چرا غلطه است؟ مگه این غیر ارادی نیست؟ چرا؟ ولی انعکاس جزء دستگاه عصبی پیکریه. دستگاه عصبی پیکری فقط به مایچه اسکلتی دستور میده. الان دریچه ابتدای میزراه مایچه صاف است. انعکاس مایچه صاف اصلا انعکاس نداره. انعکاس فقط برای مایچه اسکلتیه. پس غلط. سه چی میگه؟ میگه نورون رابط فقط در بخش خاکستری نخا دیده میشه. بودو بگو سریع. باری کلا غلط، گفتم تو مغزم داریم. 4 ریشه های نخایی حاوی آکسون هستن. بگو ببینم چرا؟ درسته. ببین ریشه شکمی فقط آکسون حرکتیه، ریشه پشتی هم آکسون حسی داره، هم دندریت حسی داره، هم جسم سلولی. پس حاوی آکسون هستن دیگه، ریشه ها حاوی آکسون هستن. چه ریشه شکمی چه پشتی، هر جفتش آکسون داره. 5 ببین، میگه ریشه پشتی آکسون نورون حرکتیه. درسته یا غلطه؟ ریشه پشتی میگه آکسون حرکتی. مانی آقا پشتی مگه حسی نبود؟ شکمی حرکتی بود. این غلط. پشتی حسیه. 6 در انعکاس برخورد دست به جسم داغ با آزاد شدن انتقال دهنده عصبی از نورون حرکتی مایچه سسر بازو، همینجا غلط. اصلا من ادامهش هم نمیخونم. چرا؟ چون در این انعکاس نورون حرکتی سسر بازو مهار شده و سیناپسی که ایجاد میکنه غیر فعاله، پس ناقل عصبی آزاد نمیکنه که. این غلط. 7 نخا از گردن شروع می شود در تمام طول سطور مهره ها ادامه دارد، درست یا غلط؟ باری کلا غلط. تا کمر، نخا تا کمره. یه تست ببینیم، تست رو ببین. سوال جواب بدیم، میگه شکل روبرو چند مورد صحیح است؟
الف میگه دندیت های بخش یک پیام عصبی را به جسم یاخته‌ای عصبی نزدیک می‌کنند. در بخش دو پیام عصبی به صورت نقطه به نقطه هدایت می‌شود. رشته‌های عصبی بخش سه پیام عصبی را از جسم یاخته‌ای دور می‌کنند. دال نورون‌های موجود در بخش چهار در انجام حرکات هر دو سمت بدن نقش دارن. هر دو سمت ها. خیلی فنیه سوال. خیلی زیباست. بریم حلش کنیم. آقا بخش یک بخش سفید نخاع، دو جسم سلولی نورون حسیه. ببین هر چی تا اینجا خوندیم آورده تو این سوال. سه ریشه شکمیه که میشه آکسون حرکتی. چهار هم که میشه بخش خاکستری. چیزایی که تو این شکل داریم میبینیم. الف میگه دندریت های بخش یک پیام عصبی رو به جسم یاخته‌ای عصبی نزدیک میکنن. اصلا بخش یک بخش سفیده. دندریت چی داره اینجا؟ این غلطی چی؟ ب. در بخش دو یعنی جسم سلولی نورون حسی پیام عصبی به صورت نقطه به نقطه هدایت می شود. ببین بحث هدایته. ما یه هدایت جهشی داشتیم که بخش های میلیندار هدایت جهشی بود. یه هدایت نقطه به نقطه داریم. بخش هایی که میلین ندارن. آقا جسم سلولی هیچ نورونی میلین نداره. پس اینجا نقطه به نقطه است. این درست. بخش دو جسم سلولیه دیگه. جیم. رشته های عصبی بخش سه یعنی آکسون نورون حرکتی پیام را از جسم یاخته دور میکنه. درسته دیگه. آکسون داره دور میکنه. این درست. دال میگه نورون های موجود در بخش چهار در انجام حرکات دو سمت بدن نقش دارن. ببین الان من اینو میتونم به دو قسمت تقسیم کنم. یه قسمت رو بگیر سمت راست، یه قسمت رو میگیرم سمت چپ دیگه. این الان مثلا عصب نخاعی سمت راست، یه عصب نخاعی هم سمت چپ دارم. بخش چهار داره سمت راست بدن رو نشون میده. پس این یه قسمت رو کنترل میکنه، هر دو سمت رو کنترل نمیکنه. ولی اگه کل بخش خاکستری مد نظرش بود، آره جمله جمله درستی میشد. ولی چون داره فقط اینجا رو نشون میده، پس چند مورد صحیح است؟ دو مورد. گرفتی چی شد؟ آها بریم یه مثال دیگه. اینو ببین. تست سه. تست سه رو بگو. میگه دست فردی پس از برخورد با ظرفی داغ به سرعت عقب کشیده شد. پس از مدت کوتاه وی در دست خود احساس درد نمود. چرا احساس درد پس از کشیده شدن بازو به عقب رخ داده؟ بودو باریکلا. بودو هم زود باید بگی دیگه. اینجا باید مثل پلنگ جواب بدی. باریکلا. آفرین. دلیلش اینه که اول انعکاس تو نخاعه، بعد دستور میده تو مغز، بعدن مغز میتونه درد رو احساس کنه. این شکلیه. اینم که
اینو بگو. یه با توجه به شکل مقابل، مقطع ارضی نخاع رو دارم میبینم، میتوان گفت چی؟ میتوان گفت خب ببین، اول اینا رو با هم مشخص کنی. اولین چیزایی که باید مشخص کنی، ببین آقا، اول باید بگی دی پشتی یا شکمی. از کجا میفهمم؟ ببین دی سوراخی داره این وسط. گفتم اونجا که سوراخ داره میشه بخش شکمی، اونجایی که سوراخ نداره میشه بخش پشتی. پس بخش پشتی این ب میشه ریشه پشتی که نورون حسیه، ای میشه ریشه شکمی که نورون حرکتیه. حالا بیا ببین. یک، میگه آکسون نورون حسی از راه بی پیام حسی را به بخش خاکستری وارد میکنند. این که درست. دو، ریشه آ، آ یعنی ریشه شکمی، به تعداد 62 عدد، درسته، پیام عصبی نورون حسی نه حرکتی تازه خارج میکنه. سه، میگه قسمت دی سطح پشتی نخاع، دی شکمیه، هیچی. چهار، اگر این قسمت نخاع در مهره های پشت قفسه سینه باشد، سی نسبت به دی به جناق نزدیکتر است. آقا قطعا دو قفسه سینه بخش شکمی به جناق نزدیکتره دیگه، پس دی به جناق نزدیکتره نه سی. جواب گزینه یکه. این پشتی شکمی رو دقت کن. پنج رو جواب بده. پنج، ریشه ها فقط بافت عصبیه. پنج رو ببین چی میگه. میگه چند مورد صحیحه راجع به رشته های خود مختار داره صحبت میکنه، حسی، حرکتی. باید بدونیم اینو، بعد بدونیم کجوم پشتیه، کجا تو شکمیه. چی شد؟ بگیم چی بود؟ جواب. سوال واقعا زیباست، خودم لذت میبرم. میگه چند مورد صحیح است. ممکن نیست، ممکن نیست رشته های دستگاه عصبی خودمختار در ریشه پشتی عصب نخاعی باشه. آقا ریشه پشتی، بگو ببینم حسیه یا حرکتی؟ میگه حرکتیه. خودمختارم که حرکتیه. چرا ممکن نیست؟ ممکن است. پس این غلط، پس این غلط. ب، میگه ممکن نیست چی؟ تار رشته های بخش حرکتی پیکری در ریشه پشتی عصب نخاعی باشن. آقا ریشه پشتی حسیه، اینم که داره میگه پیکری حرکتیه، پس ممکن نیست. درست، ممکن نیست. جیم، هر رشته بخش حرکتی پیکری دستگاه عصبی محیطی از طریق ریشه شکمی نخاع به اندام هدف خود میرسد. آها ببین، کلمه به کلمه مهمه.
میگه هر رشته بخش حرکتی پیکری محیطی از ریشه شکمی نخا میره. آقا ریشه شکمی حرکتیه؟ میره، درسته. ولی هر نه، یه سری هم مغز میرن، یه سری عصبای مغزی هم. پس اینکه میگه هر از اونجا میره این غلط. دال، هر رشته خودمختار از طریق ریشه شکمی نخاع، باز غلطه. همه‌شون که از شکمی نمیرن، یه سری هم مغزی هن. چند تا صحیح شد؟ یه دونه صحیحه. اینجوری ریزه کاری ها رو باید دقت کنی. نخا یا مغز درست بود. پشتی حرکتیه دیگه سمین. ریشه پشت، آها ببخشید عذر میخوام، من خودم اینجا حواسم نبود. ریشه پشتی حسیه. میگه ممکن نیست رشته های عصب خود مختار که حرکتی در ریشه پشتی نخا باشن. کاملا درسته، من عذر میخوام، شکمی خوندم. این درسته، میشه دو مورد. خب بله مانی جم، بله. خب بیا اینجا، بیا این جلو. اینو بگیم. اینجا بریم سراغ دستگاه عصبی جانداران. خب مسئله اینجا اینه، خوب دقت کن. سه تا جاندار رو برات کشیده و دستگاه عصبی اینا رو بهت نشون داده. یه دونش هیدره، یه دونش کرم پهن پلاناریاه، یه دونش هم حشراته که شکل ملخ رو به عنوان حشرات اونجا بررسی کرده. من باید بیام همه چیز رو راجع به اینا یاد بگیرم. یعنی در کنکورهای سالهای اخیر هیچ وقت یه سوال از بخش مثلا فقط دستگاه عصبی یه جاندار نیومده. میاد همه چیزش رو به هم ربط میده و اون مجموعه رو با هم دیگه میپرسه. یعنی غالبا سوالات بخش جانداران ترکیبی بوده. بیایم بررسی کنیم. اول از همه هیدر آب شیری. اولا باید بدونم جزء کدوم گروه از جاندارانه. هیدر از گروه مرجانیانه، از گروه مرجانیان. کجا زندگی میکنه؟ آب شیری. تبادل گازها بین یاخته ها و محیط از طریق انتشار. ببین بدن هیدر رو اگه من بخوام در نظر بگیرم، ببین این بدن هیدره. هیدر یک جاندار شکارچیه. خب اینا بازوهاشن، بازوشو میزنه شکارشو میگیره، زهر داره بازوش. و یک حفره گوارشی داره هیدر، یه حفره گوارشی داره و حفره گوارشیش هم از راه دهان با بیرون در تماس. خب توی حفره گوارشی اگه نگاه کنم، من اینجا یه سری سلول استوانه یه لایه میبینم. اینا سلولای استوانه یه لایه. بیرون حفره گوارشیش یه سری سلول مکعبی یه لایه میبینم. ببین اینا مکعبی یه لایه هم. این زرده که این وسط کشیدم، این قشای پایه است، بافت بوششی دیگه، بافت بوششی، پس این قشای پایه است.
و این سلول استوانه‌ای ها یه سریاشون تاجک دارن، اینا اسمشون تاجک ها، موجک نیست بچه، این تاجک. خب چه اتفاقی میفته؟ این جاندار شکارشو میزنه، بعد این شکاره از راه دهان میاد وارد حفره گوارشی میشه. خب فرض کن این قشاع پایه است، اینم این سلول استوانه‌ایان. ببین توی این سلولا یه سری آنزیم ساخته میشه، یه سری آنزیم ساخته میشه، این کیسه ها میان به قشا وصل میشن و آنزیمو میریزن تو حفره گوارشی. اینا آنزیما، میبینی آنزیم وارد حفره گوارشی میشه، این فرایند میشه برونرانی. پس آنزیما رو با برونرانی ترشح میکنن، بعد اون سلول هایی که تاجک دارن، میبینی این سلول تاجک داره، این میاد غذا رو، یعنی این جانداره رو با این آنزیما ترکیب میکنه، تاجکش جاندار رو با این آنزیما ترکیب میکنه و این جانداره گوارش پیدا میکنه، تبدیل میشه به یه سری ذره غذایی گوارش یافته. این ذره غذایی گوارش یافته است، به این گوارش میگن گوارش برون سلولی، یعنی بیرون سلولش گوارش پیدا کرد، گوارش برون سلولی. بعد این ذره های غذایی میان با فرایند آندوسیتوز یا درونبری وارد سلول میشن. ببین این میاد وارد سلول میشه، بعد اینکه وارد سلول شد توی سلول به این کیسه، به این کیسه اندامک لیزوزوم وصل میشه، لیزوزوم، و آنزیم های گوارشی رو میریزه و اینو گوارش میده، به میگن گوارش درون سلولی. یعنی گوارش در جانداری مثل هیتر دو مرحله داره، یه گوارش برون سلولیه توی حفره گوارشیشه، یه گوارش درون سلولیه توی سلولاست. ببین هم سلول تاجکدار هم سلول بدون تاجک غذا میخوان، پس با درونبری هر جفتشون مواد غذایی رو میگیرن، ولی اونایی که آنزیم ترشح دارن میکنن اونایی که تاجک دارن. و یه مسئله اینجاست که آقا اینا سیستم تنفسی ندارن، که دستگاه تنفس وجود نداره. ببین تمام این سلول ها در تماس با محیطن و میتونن اکسیژن رو از طریق انتشار بگیرن و دیوکسید کربن رو از طریق انتشار دفع کنن، یعنی سلول ها مستقیمن تبادل گازشون رو دارن انجام میدن. این از این. و مواد زائد گوارش نیافته هم از طریق همین دهان خارج میشه، یعنی جهت جریان مواد در این حفره گوارشی دو طرف است، یعنی هم مواد وارد میشن هم مواد خارج میشن. این از یعنی چیزی به عنوان مخرج اینجا معنی پیدا نمی کند. ببین یه جانداری مثل هیتر، پس سیستم تنفسشو گفتم، گوارششو گفتم، گردش موادش چجوریه؟ اینا گردش آب دارن، یعنی آب میاد توی این کیسه گوارشی یا توی این حفره گوارشی بین سلولا میشرخه و آب میره بیرون، تبادل گاز و فلان و اینا داره اینجا انجام میشه، به میگن گردش آب. خب این هستی. حالا میام سراغ دستگاه عصبیش. اولا ساده ترین دستگاه عصبی در بین جانداران یا حتی بگیم جانوران شبکه عصبی توی هیدره. ما به این میگیم شبکه عصبی،
یعنی چی شبکه عصبی؟ یعنی این رشته های عصبی همینجوری در هم تنیده همه جا قرار گرفتن. میبینی؟ توی بازوها همه جا هست. و چیزی به عنوان گره، چیزی به عنوان جسم سلولی نورون دیده نمیشه. خب و تحریک هر نقطه از بدن در کل سطحش پخش میشه، چون اینا با هم ارتباط دارن دیگه. من اگه اینجا رو تحریک کنم، این تحریک تو کل بدن این جاندار پخش میشه. و یادت باشه، ببین این جاندار، این بدبخت ماهیچه داره ها، فکر نکنید ماهیچه نداره، این هم برقیز ماهیچه داره. این شبکه یاخته های ماهیچه یه بدن رو تحریک میکنه، شبکه یاخته یه رو ماهیچه ها اثر میذاره. فکر نکن فقط همون دوتا پوششی که گفتم، مثلا استوانه یا مکعبی، چیز دیگه. چرا بافت دی ماهیچه داره، این عصب داره، حالا عصب به اون اسم به اون چیز نه، شبکه عصبی داره، این میشه هیدر. یه دونه اینو مثال زده برات. یه مثال دیگه زده، کرم پهن پلاناریا. آقا پلاناریا یه نوع کرم پهن است. کرم ها یا حلقوی هن یا لوله ای هن یا پهن هن. اینی که اینجا داری میبینی یه دونه کرم پهن پلاناریا اسمش. خب از نظر سیستم تنفسی این چجوری تنفس انجام میده؟ میگم چون بدن پهن داره، تمام یاخته های بدنش، سطحی ها در تماس با محیط بیرونن، بنابراین اکسیژن رو از راه انتشار از سطح بدن میگیره و از راه انتشار دیوکسید کربن رو دفع میکنه و اینا توی محیط های مرطوب زندگی میکنن غالبا که بتونن این انتشار رو انجام بدن. خب پس گازهای تنفسی با پدیده انتشار داره جا به جا میشه. حالا دستگاه عصبی چجوریه؟ این دستگاه عصبی چجوریه؟ میگم دو تا گره عصبی اینجا وجود داره توی سرش که به اینا میگن مغز. دو گره به هم جوش خورده. ببین اسم دو گره اومد، میری سراغ پلاناریا. این دوتا گره داره. بعد دوتا تناب عصبی موازی میبینی؟ اینها دوتا تناب عصبی موازی اینجا وجود داره، یه دونش، این یکی دیگرش. و یه سری رشته هایی بین این تناب های عصبی محیطی وجود دارن. میبینی؟ و یه سری رشته های جانبی داریم، اینا رشته های جانبی هست. این رشته های جانبی میشه دستگاه عصبی محیطیش. این کوچولو ها میشن محیطی. یه چیزی رو دقت کن، هیچ جایی در کتاب شما راجع به گردش مواد پلاناریا صحبتی نشده، پس هیچی ما راجع به گردش موادش نمیدونیم. ولی یه چیزی رو بدونید، اینم مثل هیدر حفره گوارشی دارد. اینم مثل هیدر حفره گوارشی دارد. و یه چیز دیگر رو دقت کن، کرم پهن پلاناریا از نظر جنسیت دو جنسیه، اصطلاحا میگن هرمافرودیته. یعنی چی؟ یعنی توی این بدنش هم دستگاه تولید مثلی نر وجود داره، هم دستگاه تولید مثلی ماده وجود داره و خودش میتونه خودشو باردار کنه. و یه چیز دیگر رو بدون که لقاح این جاندار داخلیه. یعنی چی لقاح داخلیه؟ لقاح یعنی ترکیب سلول جنسی نر و ماده. حالا یا این توی محیط بیرون مثلا تو آب داره انجام میشه، میشه لقاح خارجی،
یا تو بدن نر یا ماده داره انجام میشه، میشه لقاء داخلی. کرم ها لقاء داخلی دارن، پلاناریا هرمافرودیت دو جنسیه. این چیزایی که راجع به پلاناریا هم باید میدونستم. حالا بیام موضوع اصلی و مهم ما اینجا حشراته. راجع به حشرات یه سری چیزا رو من باید بلد باشم. خوب دقت کن، یه خورده بیام جلو، دونه دونه با هم بریم جلو. ببین از دهم خیلی چیزا راجع به حشرات خوندی، امسال هم یه چیزایی راجع به حشرات میخون. یه سری چیزا هستن همه ی حشرات دارن، همه ی حشرات اینا رو دارن. یه سری چیزا هم هستن همه ی حشرات اینا رو ندارن. هیچ کدوم از حشرات اینا رو ندارن. اینا رو باید بلد باشی چیه که همه ی حشرات دارن، چیه که همه ی حشرات ندارن. اول همه ی حشرات آقا لوله ی گوارش دارن. همه حشرات تنفس نایدیسی دارن. راجبش حرف میزن. همه حشرات گردش مواد باز دارن. همه حشرات همولنف دارن. همولنف چی بود؟ خون، مایع میانبافتی، لنف. اگه با هم ترکیب بشه میشه همولنف. حشرات چون گردش مواد باز، هر کی گردش مواد باز داره همولنف داره. حشرات گردش موادشون باز، همولنف داره. دستگاه دفع ادرارشون اسمش بود لوله مالپیگی، و اون چیزی که دفع میکردن اوریک اسید بود با آب کم و صرف انرژی. یه چیزو دقت کن آقا، مواد اوریک اسید اصلا چجوری به وجود میاد؟ اگر اسیدهای نوکلئیک، اسید نوکلئیک میتونه بیاد تبدیل بشه به اوریک اسید، یک ماده دفعی نیتروژن داره، ماده زائد نیتروژن داره که از متابولیسم اسیدهای نوکلئیک به وجود میاد. حشرات اینو دفع میکنن، ولی ما هم اوره دفع میکنیم هم اوریک اسید دفع میکنیم. دیگه چی باید بدونیم؟ آقا دستگاه عصبیشون چجوریه حشرات؟ اینو امسال میخونیم. الان بیا بگم دستگاه عصبی حشرات یه مغز دارن که متشکل از چندین گره به هم جوش خورده است. ببین گفتم اسم دو گره اومد، اسم دو گره اومد، یاد کی میفتی؟ پلاناریا. نه دیگه، اصلا شبکه عصبی سمین هیتر مرکزی محیطی نداره. اسم دوتا گره اومد، یاد پلاناریا بیفت. اسم چندین گره به هم جوش خورده اومد، یاد حشرات بیفت. چندین گره به هم جوش خورده. و یه دونه تناب عصبی در سطح شکمیش وجود داره که اینا هر کدوم گره دارن، نقاط مختلف بدن گره وجود داره، و در واقع این گره ها مثل مغز اون قسمتن. یعنی مثلا ببین این پاها رو این گره کنترل میکنه، این پاها رو این گره کنترل میکنه. میبینی هر گره تو قسمت بدنش مثل مغز اون ناحیه میمونه و اون قسمت رو داره کنترل میکنه و تنظیم میکنه. و این رشته هایی که اینجا اومده بیرون، این رشته ها یعنی میشن رشته های محیطی. این دستگاه عصبی محیطی. ببین دستگاه عصبی محیطی توی پاها هست، توی شاخک هست. این میشه دستگاه عصبی در حشرات، یک تناب عصبی شکمی متشکل از چندین گره. سطح شکمی ها یادت باشه، تناب عصبی پشتی برای مهردارانه، یعنی انسان، ماهی، فلان، اینا مهردارن. تناب عصبی تو نخاه، نخاه میشه پشت. حشرات تناب عصبیشون شکمیه، دیگه تناب عصبی پشتی ندارن. اینم از این. خب
وقتی برامون نمونده که من این حشرات رو کاملش کنم دیگه، تایممون تمومه. یه موضوع رو من اینجا بگم. آقا اولا آزمون فردامون که یادمون نره، آزمون فردا ساعت 22:30 فصل 1 تا درسی که جلسه قبل داده بودم تا آخر مغز. آزمون هفته بعدی کل فصل 1، حالا بجز این نکات حشرات و اینایی که مونده هنو نگفتم، کل تستای باقی مونده از جزوه، این تکلیف که میذارم تو کانالتون بچه ها به عنوان تکلیف انجام میدید. و یه نکته دیگه که بگم، یه نکته ای رو من اینجا بگم بهتون. بچه هایی که امروز جلسه اولشون بود یادشون با، اگه اونایی که هنوز ثبت نامشون کامل نشده، حتما با این شماره تماس بگیرن و کامل کنن، چون دیگه جلسه بعدی براشون کلاس باز نخواهد بود. اونایی که جلسه اولشون بود، این برای ثبت نامه. جواب تستا رو میذارم، پاسخنامه‌اش رو میذارم، تمام جزوه رو توی کانالتون میذارم. درسته ماده ای جا به جا نمیشه، ولی اینجا بالاخره محل ارتباط نورون با یه سلول دیگه است، پس یه سیناپسه. حالا یه روزی فعاله، بالاخره یه روزی کار میکنه، پس اینجا این سیناپس. چشم کوثر بخش اولم میذارم براتون. خب بچه خسته نباشین، پس یادتون نره آزمون فردا و آزمون هفته بعد و تستای باقی موندن هم جواب میدین. به خدای بزرگ میسپارمتون، فعلا خدا نگهدارتون.